سلام، این هم مهمترین ها در نیوز باکس امروز. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور شام روز گذشته با وانگ یی وزیر امور خارجه چین گفتگوی تلفنی کرده است. جزئیات بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری شام روز گذشته محمد اشرف غنی با وانگ یی وزیر امور خارجه چین در یک تماس تلفنی گفتگو کرده است. برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری، روند صلح افغانستان و همکاری‌های دولت با دولت از محورهای این گفتگوها بودند. در خبرنامه ارگ آمده است که در این تماس تلفنی هر دو طرف در مورد نشست حکومت افغانستان با طالبان صحبت کرده و تاکید کردند که روند صلح باید به محوریت حکومت و مردم افغانستان انجام شود. قرار بود نشست بین‌الافغانی به میزبانی چین در تاریخ 7 و 8 ماه خوشیدی در این کشور برگزار شود، اما این نشست از سوی کشور میزبان به تعویق افتاد. والیان ولایت‌های تخار، میدان‌وردک، زابل و پروان گزارش وضعیت ولایت‌های مربوطه ایشان را در یک سال امروز با رسانه‌ها شریک ساختند. آنان وضعیت انکشافی را قناعت بخش می‌خوانند، اما نگران وضعیت امنیتی هستند. گزارش والیان ولایت‌های تخار، میدان‌وردک، زابل و پروان برای شریک ساختن گزارش وضعیت یک ساله در یک کنفرانس خبری با رسانه‌ها گرد هم آمدند. والیان ولایت‌های تخار و زابل از ناامن بودن و نبود امکانات در این ولایت خبر می‌دهند و می‌افزایند که با وجود آن هم فعالیت‌های مثبت در بخش‌های معارف و انکشاف پروژه‌ها صورت گرفته است. د تیر اطول سکلونو یاد دی حکومت تونو یاد دی نظام د شروع څخه مکتبونه نو او داس ولسوالی هم پکشي کې د 45 کلو کې یو مکتب هم حل تلو. تبې خبره ده چې ستونزي یا نامنی هم 16 میلیونې د ډالر یو لاملې هم دغه و چې ځوانان یا نوې نسل د تعلیم د لوی نعمت څخه بې برخې و. در همین حال فضل الدین عیار والی ولایت پروان از احداث 350 فابریکه در باریکا به این ولایت خبر داده میگوید که فعالیت های این فابریکه ها برایشان قابل قناعت بوده است. 350 فابریکه در باریکا احداث شده که کانالیزاسیونش، برقش، سرکش تمامش بدمان رسیده. کلانترین فابریکی بوستان سبز که همه دوستا در جریان هستند در سایه پروان موقع داره که در یک ساعت 10 تن میوه را به جوس تبدیل میکنه، 5 تن میوه را خشک میسازه. همزمان آقای مظفرالدین والی ولایت میدان‌وردک میگوید 85 مرکز صحی در این ولایت فعالیت دارند و در بخش های زراعتی نیز پیشرفت های قابل توجه شده است. تقریبا 300 شپتا فعال مکتبونه لرو. همدسته صحت به بخش که سلور اتیا سی مرکزونه د ټول ولایت سطح پال دی چې په خپل وخت کې ولست رسیدگی کی هلته ډاکتران او دوا و ارث موجود دی. این در حالی است که قبلا نیز والیان ولایت های دیگر در خصوص دیدارشان با رئیس جمهور غنی با رسانه ها دیدار کرده بودند و وضعیت جاری در ولایت های مختلف را با رسانه ها شریک کرده بودند. وزارت صحت عامه برای فراهم ساختن هرچه بیشتر خدمات برای معلولین و افراد که نیاز به خون دارند تعمیر جدیدی را افتتاح کرد. این مرکز به ارزش بیش از 1 میلیون دلار از طرف کمیته سویدن و همکاری اتحادیه اروپا ساخته شده است. گزارش یک بخش بزرگ شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در بخش ارتوپیدی اختصاص داده شده که بیشتر مجروحان حوادث و مریضانی که از اثر اتفاقات دیگر آسیب می‌بینند در این شفاخانه تداوی می‌شوند. اما پس از تداوی آن عده از مریضانی که نیاز به وسایل مانند دست مصنوعی، پای مصنوعی و دیگر خدمات صحی نیاز دارند در مرکز ارتوپیدی تکنیکی ریاست شفاخانه احیای مجدد معلولین تداوی می‌شوند. This center will provide physiotherapeutic services, orthopedic services to the needy people. As you rightly mentioned, that disability issue is one of the top priorities of the ministry. بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه، حدود 1 میلیون نفر در افغانستان از اثر جنگ ها معلول و معیوب شدند. برخی از افرادی که مشکل پا دارند میگویند ساخت و ساز کفش های طبی برای چنین افراد در داخل این شفاخانه توزیع می شوند. مجانی از طرف وزارت صحت عامه بر کسایی که پاش تکلیف داشته بر از اون مجانی مجور میکنند. همزمان در این شفاخانه تعمیر بانک خون نیز با تمامی تجهیزات افتتاح شد. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند در سراسر کشور 16 الی 17 بانک خون فعالیت دارد و آنان پلان دارند تا بیشتر مرکز بانک خون را در سراسر کشور گسترش دهند. این بانک خون می تواند در کنار فراهمسازی خدمات در این شفاخانه، شفاخانه های 400 بستر و صحت طفل را نیز کمک شود. ضرورت است که بانک خون مجهز و مطابق با نیاز
و 24 ساعته در خدمت مردم داشته باشیم. افغانستان با در نظر داشت ناامنی های جاری که همه روز برخی مردم مجروح و به خون ضرورت پیدا می کنند، نیاز است تا وزارت صحت عامه مراکز بانک خون را در سراسر کشور مجهز و فعال نگه دارد. وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای امنیتی در جریان 24 ساعت گذشته 22 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی در 14 ولایت را راه اندازی کردند که در نتیجه آن 25 تن از حراس افغانان کشته، 6 تن زخمی و 2 فرد مشکوک دستگیر شده است. این بود مهمترین های امروز. تا بعد، خدا نگهدار.